تو کجا بودی؟ چرا انقدر دیر کردی؟ خونتون بودم. خونه ما؟ دنبال چی رفته بودی؟ رفته بودم استعفا بدم. مجبور شدم اینا رو برات بیارم. این چی؟ مامانت برات فرستاده. خودش هم میخواست بیاد اما نتونست. واسه همین فقط وسایلتو فرستاد. و تو اینو آوردی؟ چی کار میکردم؟ مینداختیش همونجا. میگفتی نمیتونی ببریش. چرا این چمدونو با خودت آوردی؟ نمیتونستم دل یه مادر رو بشکنم. من دیگه دل هیچ کسی برام مهم نیست. اون خیلی بهت علاقه داره گیتی. من فقط میخوام برم کراچی پیش مامانم. اون مادری که زحمت کشید و بزرگت کرد، هدیه‌هاشو اینطوری پرت میکنی به جاش برای مادری که هیچی راجبش نمیدونی اینقدر بیتابی؟ من از هر عضو اون خونه متنفرم، فهمیدی؟ من که عضو اون خونه نیستم، چرا اینقدر ازم متنفری؟ یه استثنایی هم هست که قابل تنفره. گیتی کاش اینقدر که راحت متنفر میشی، به همون راحتی هم به کسی علاقه مند میشدی. من هیچ وقت نمیتونم دوستت داشته باشم. ولی من همیشه دوستت دارم. دوستت داشتم و خواهم داشت. من همین امروز میخوام برم پیش مامانم. تو به مادرم هم گفتی میخوای از اینجا بری؟ ناره چرا نباید میگفتم؟ بالاخره که باید از اینجا برم، پس چرا این موضوع ازش پنهون کنم؟ و اگه من نذارم چی؟ منظورت چی؟ منظورم اینه که من نمیذارم از اینجا جایی بری. تو انقدر جرأت پیدا کردی که مانع من بشی؟ من شوهرتم گیتی. من حق کامل دارم که مانع رفتنت از اینجا بشم گیتی. حالا میبینیم کی مانع کی میشه. به به، چشمم روشن. من که گیتی دخترم، بیا آبجی، این گیتیه، همسر بهادر، عروس من. دخترم این خاله بهادره، بهش سلام کن. سلام خاله. خالتون چطوره؟ خوبم. عروسی تو تبریک میگم. گیتی، الان خاله اومده. ما یکم دیرتر میریم. چرا؟ جایی میخواستین برین؟ بله مادر. گیتی دلتنگ خانواده‌اش شده بود. منم خواستم ببرمش یه سر خونه‌شون. آبجی شما بفرمایید. بفرمایید بشینید. بیاین بفرمایید. خبر عروسیت خیلی منو متعجب کرد پسر. آخه اینطوری هم میشه عروسی کرد؟ بله خاله، بعضی عروسی ها اینطوری هم میشه. رعنا، دخترم خالت از راه دور اومده، بیا ازش پذیرایی کن. من شایعات مزخرف زیادی راجب عروسیت شنیدم. اصلا تو میدونی قدسی خانوم؟ در مورد بهادر و دختر اون خونواده؟ خاله، شایعات اسمش روشه دیگه، شما بهش اهمیت ندین. من و گیتی عروسی کردیم و شما واقعیت رو قبول کنین. اما دهن این مردم رو کی ببنده؟ مردم واسم مهم نیستن، فقط خانواده‌ام راجب من و همسرم حرف بزنن، همین واسم کافیه. بهادر بس، کافیه پسرم. در ضمن خاله، به همسرم هدیه عروسیشو نمیدین؟ چه هدیه‌ای بهش بدم؟ این حتی بهم سلامم نکرد، حرفی هم نزد. خب معلومه خاله، وقتی نرسیده همچین حرفایی میزنین اون چطور سلام کنه؟ بفرما قدسیه، این پسرت از دست رفت، از الان اینطوری شده، سایه این زنش روش افتاده. در ضمن خاله، مگه واسه نارین همچین پسری نمیخواین که همیشه ازش دفاع کنه؟ نذاره هیچکی پشت سرمون حرف بزنه.
احوال دختر من نارین اصلا با زن تو قابل مقایسه نیست. نارین با فرار ازدواج نکرد. اون دختر منه. دختر من. خب خاله گیتی هم دختر یکی هست. فرار نکرده تا ازدواج کنه. من عقدش کردم و آوردمش. رعنا برو دیگه دخترم. واسه شام تدارک ببین عزیزم. حالت اومده گرسنه است. اصلا به شامتون نیازی نیست. با حرفای بهادر شکمم خوب سیر شد. من دیگه میرم. نه هرآبجی چطور بذارم بری؟ معذرت میخوام. من به جای بهادر ازتون معذرت میخوام. ببخشید. ناراحت نشو لطفا. ببخشید. ستم ہے خدایا کیوں پیار بنایا جو لوٹے دل کا جایا